سلام بچه ها، سوشا رزا هستم. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از بازی فارکرای 6 توی کانال. توی این ویدیو قصد دارم بهتون نحوه گرفتن تمامی آیتم هایی که واسه ارتقا و تقویت تفنگ ها و سوپرماتون لازم دارین رو بگم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. همونطور که میدونین واسه ارتقا و نصب مات‌های مختلف چه روی سوپرمو و چه تفنگ‌هامون به یه سری متریال نیاز داریم تا بتونیم ارتقا رو انجام بدیم و یا اینکه ماد مورد علاقمون رو روش نصب کنیم. توی این ویدیو به سراغ تمامی آیتم‌هایی که واسه ارتقا و نصب مات‌های مختلف برای سوپرموها و تفنگاتون نیاز دارین میریم و بهترین و آسون‌ترین راه رو واسه به دست آوردنشون بهتون میگم. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد کانال منو سابسکرایب و ویدیو رو لایک کنید. حالا بزن بریم سراغ آیتم‌ها. لیست کامل آیتم هایی که نیاز داریم عبارتند از گان پاودر، ریسایکل فستنرز، اینداستریال سرکتس، دورابل سیلز، ریسایکل گلاس، دورابل پلاستیک، اینداستریال کامپوزایت و سوپرمو باند. به دست آوردن این آیتم ها بسیار لذت بخش و سرگرم کننده است، چون قرار کمتر ریخت مامورا رو ببینیم. با گان پاودر و سوپرمو باند که متریال اصلی واسه ارتقای تفنگ ها و سوپرمو ها هستن شروع میکنیم. وقتی که به نقشه نگاه میکنین میتونین متوجه یه سری آیکون های قرمز بشین که تقریبا ماموریت های خیلی کوچولو به حساب میان. با چند روش مختلف میتونین این ماموریت ها رو توی نقشتون ببینین. اولین راه اینه که به اون منطقه وارد شین و اونو کشفش کنین. راه دوم مراجعه کردن به هایداوت ها و یا کمپ های مختلفتون و حرف زدن با کسی که یه علامت تعجب بالای سرشه هستش. با حرف زدن با این افراد میتونین این ماموریت های کوچولو رو پیدا کنین. یکی از این ماموریت ها ماگوت میستری دراپ نام داره و با این علامت در نقشه مشخص میشه. چیزی که ما دنبالش میگردیم دقیقا همین آیکون های قرمزی هستند که شکل یه رادیو روشونه. با رفتن به مکان این ماموریت ها میتونین از محل یه سوپلای دراب خبردار شین که قراره به دست مامورا برسه. Update for you. The airdrop resupply has been diverted to Pike's Bay. Over. Roger that. We'll let the retrieval team know. I'm sure those soldados don't need those supplies as bad as I do. حالا با توجه به زمانی که واسهتون مشخص میشه، وقت دارین تا خودتون رو زودتر از بقیه به این محل برسونین و با باز کردن سوپلای دراپ یک عدد گان پاودر و سوپرمو باند دریافت کنین. Danny, you have outdone yourself. همچنین ممکنه قبل از اینکه به سوپلای دراپ برسین چند تا مامور رو اون دور و بر رو ببینید. در این صورت اول مامورای دوروبر رو بکشین و بعدش برین سراغ سوپلای دراپ. این روش بهترین و آسونترین راه واسه به دست آوردن گان پاودر و سوپرمو باند به حساب میاد. واسه سریعتر رسیدن به محل مورد نظر پیشنهاد میکنم قبل از اینکه ماموریت رو شروع کنین با رفتن به یکی از کمپ هاتون یه هلیکوپتر بردارین و بعدش با هلیکوپتر ماموریتتون رو شروع کنین. در نتیجه میتونین خیلی راحت و با سرعت بسیار بیشتری به سوپلای دراپ ها برسین. خب اینم از گان پاودر و سوپرمو باند. حالا وقتشه که بریم سراغ طریقه به دست آوردن ریسایکلد فستنرز. واسه شروع کار اول به یکی از کمپ هاتون مراجعه کنین و فیشینگ هات و هانترز لاج رو بسازین. واسه به دست آوردن ریسایکل فستنرز فقط به هانترز لاج احتیاج داریم، اما واسه بقیه ی آیتم ها به فیشینگ هات هم نیاز پیدا میکنیم، پس بهتره که هر دوشونو آنلاک کنیم.
بعد از ساختنشون به هانترز لاج مراجعه کنین و در بخش انیمال پری تمام اطلاعات رو خریداری کنین. با خرید این اطلاعات میتونین از مکان حیوانای مختلف در نقشه خبردار شین. واسه به دست آوردن ریسایکلد فستنرز باید به یکی از محلهایی که کروکودیل‌ها زندگی میکنن برین و اونا رو شکار کنین و لوتشون کنین. فقط قبل از اینکه شکارتون رو شروع کنین پیشنهاد میکنم حتما ست لباس پریمال رو بپوشین. این ست به شما کمک میکنه تا با وارد شدن به یه منطقه حیوانایی که در اون نزدیکی قرار دارن رو ببینین تا بتونین راحت تر شکارشون کنین. همچنین این ست به شما این امکان رو میده تا بتونین با شکار فقط یه حیوان به اندازه 2-3 حیوان از همون نوع لوت به دست بیارین. این قابلیت باعث میشه بتونین کارتون رو خیلی سریع انجام بدین و در وقتتون صرفه‌جویی کنین. از قابلیت‌های دیگه این ست اینه که بهتون این امکان رو میده تا بتونین در شکار کردنتون از تفنگ‌ها و همچنین انفجار استفاده کنین. در صورتی که گوشت حیوان هیچ آسیبی نمیبینه و میتونین تعداد زیادی از گوشتش رو به دست بیارین. در ضمن اگه هنوز نتونستین این ست رو به دست بیارین، من قبلا یه ویدیو در موردش درست کردم که میتونین از اون استفاده کنین. همونطور که گفتم واسه به دست آوردن ریسایکلد فستنرز باید به یکی از سه مکانی که کروکودیل ها درش زندگی میکنن برین و با شکار کردنشون گوشتشون رو به دست بیارین. بعدش میتونین با مراجعه به یکی از ورک بنچ هاتون در کمپ های مختلف گوشت کروکودیل ها رو به ریسایکلد فستنرز تبدیل کنین. محل زندگی کروکودیل ها رو میتونین در نقشه مشاهده کنین. خب این بود از ریسایکلد فستنرز. وقتشه که بریم سراغ ریسایکلد گلاس. این آیتم رو میتونین با ماهی گرفتن خیلی ساده به دست بیارین. اما نه هر ماهی، نوعی ماهی به نام باس. دقیقاً مثل کروکودیل ها این ماهی رو هم میتونین با مراجعه به ورک بنچ هاتون به ریسایکلد گلاس تبدیل کنین. در ضمن معمولاً در محلی که امکان ماهی گیری واسه تون وجود داره یه جعبه هم قرار داره که بهتون این امکان رو میده تا چوب ماهی گیریتون رو قوی تر کنین. توصیه میکنم که اگه از دستتون برمیاد حتما این کار رو انجام بدین. واسه آیتم های بعدی میتونه بهتون کمک کنه. خب اینم از ریسایکلد گلاس. بریم سراغ گرفتن دوربل سیلز. این آیتم هم میتونین خیلی ساده با شکار کردن گوزن که محل زندگیشون در نقشه با این علامت مشخص میشه به دست بیارین. بعد از شکار و لوت کردن گوزن ها به یکی از ورک بنچ هاتون برین و گوشتشون رو به دوربل سیلز تبدیل کنین. خب اینم از دوربل سیلز.
بریم سراغ Durable Plastics. این آیتمو میتونین با شکار کردن یکی از خوشگلترین ماهی های بازی یعنی Angel Fish به دست بیارین. چیزی که راجع به Angel Fish وجود داره اینه که ممکنه یکم واسه شکار اذیتتون کنه. پس صبور باشین و در گرفتنشون عجله نکنین. مثل همیشه با تبدیل کردن گوشت این ماهی به Durable Plastic در یکی از ورکبنچ هاتون میتونین این آیتم رو هم به دست بیارید. اما میرسیم به نحوه به دست آوردن Industrial Circuits. به دست آوردن این آیتم هم دقیقاً شکار کردن کروکودیل ها رو میطلبه. اما کروکودیل های آلفا. در بین کروکودیل های معمولی یه سری کروکودیل آلفا هم وجود دارن که با شکار کردنشون و تبدیل گوشتشون به Industrial Circuits میتونین این آیتم رو به دست بیارین. پیشنهاد میکنم اگه تصمیم دارین بدون استفاده از ست لباس پریمال این کار رو انجام بدین حتما از کمانها استفاده کنین. مخصوصاً الکپیروت که مخصوص شکار کردن طراحی شده. در این صورت به گوشت کروکودیل دمیج زیادی وارد نمیشه و سالم میمونه و میتونین با لوت کردنش گوشتشو به دست بیارین. همچنین اگه ست پریمال رو پوشیده باشین میتونین به ازای هر کروکودیل آلفا به جای یه دونه گوشت دوتا گوشت به دست بیارید. از اونجایی که کروکودیل های آلفا کمیاب تر هستن پس این قابلیت میتونه واقعا به درد بخور باشه. بعد از شکار چند تا کروکودیل به ورک بنچتون مراجعه کنین و ببینین که آیا در بین کروکودیل ها گوشت کروکودیل آلفا وجود داره یا نه. وقتی پیداش کردین میتونین با تبدیل کردنش به Industrial Circuits این آیتمو به دست بیارید. خب اینم از Industrial Circuits. بریم سراغ آخرین آیتممون که Industrial Composite هستش. واسه به دست آوردن این آیتم باید به شمال نقشه سفر کنین و ماهی به نام Parrot Fish رو صید کنین. ممکنه در این منطقه چند تا کوسه هم باشن پس مراقب باشید. اما Parrot Fish که دقیقاً مثل Angel Fish ممکنه یکم واسه شکار معطلتون کنه قرمز رنگه و ممکنه در صیدهای اولیه نتونین بگیرینش. اما با ادامه دادن به ماهیگیری قطعاً کلی Parrot Fish پیدا میشن که میتونین با تبدیل کردن گوشتشون در ورکبنچ ها خیلی راحت Industrial Composite رو هم به دست بیارید. Nice one. خب به این ترتیب ما تونستیم تمام آیتم هایی که واسه ارتقا و تقویت تفنگ ها و سوپرمه هامون لازم داریم و به دست بیاریم. خب میرسیم به آخر ویدیو بچه ها. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه واسهتون مفید واقع شده باشه. اگه خوشتون اومده ممنون میشم کانال منو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو لایک کنین و حتما نظراتتون رو واسم بنویسین. خیلی عشقین، منتظر ویدیو بعدی هم باشین و تا ویدیو بعدی فرول.